به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. و یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. با وجود فقر گسترده در افغانستان، رئیس منصوب طالبان در جمعیت هلال احمر از مردم درخواست کمک کرد. مولوی مطیع الحق خالص در مراسم به مناسبت هفته هلال احمر گفت که مردم نه تنها در این هفته بلکه از آغاز سال پایان سال به جهاد کمک کنند. جمعیت هلال احمر افغانستان سخنرانی این مقام طالبان را در شبکه اکس پخش کرد. آقای خالص تاکید کرده که مردم باید بتوانند ما کمک به و مردم را از زمین بلند کنند. این اظهارات در حال مطرح شده است که درصد زیادی از مردم افغانستان در فقر و گرسنگی به سر میبرند. برنامه جهانی غذا پیشتر گفته بود که از هر 10 نفر 9 نفر در افغانستان نمیتوانند غذای کافی دست بیاورند. منابع افغانستان انترنشنل گفتند ملای حامی طالبان در تخار که بعد 2 دختر 10 و 11 ساله تجاوز کرده بود و عکس گرفته بود، پس از بازداشت موقت آزاد شده است. هفته گذشته تصاویر مولوی فضل من الله نشر شد که او را در حال آزار جنسی 2 دختر خردسال نشان میداد. برخی منابع گفته بودند که یکی از دختران خردسال که ملا فضل من الله با آنها تجاوز کرده و در زمان تجاوز جنسی عکس گرفته بود، فرزند یک نظامی پیشین بوده است. به گفته منابع محلی، مولوی فضل من الله در دوره قبلی حکومت طالبان از مقام های این گروه بود. او در این دوره مقامی ندارد اما از حکومت این گروه حمایت می کند. عکس های پخش شده نشان می دهد که در انگام تعرض جنسی و دختران خردسال با موبایل از خود عکس و ویدیو گرفته است. یک منبع افغانستان انترنشنال که نخواست نامش افشا شود گفت ملا فضل من الله از همه تجاوزهای خود تصویر می گرفته و در گوشی موبایل خود نگه می داشته است. چند پیش گوشی این ملا خراب شده و برای ترمیم آن را به شهر طالقان مرکز تخار برده بود. تعمیرکار موبایل ملا فضل را می شناخته و همه تصاویر را بیرون کشیده و سپس از این ملا باج خواست. او 300 هزار افغانی از ملا فضل باج خواسته بود اما ملا فقط 50 هزار داد و عکسهایش فاش شد. در پی پخش این تصاویر و واکنش‌هایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت، گروه طالبان فضل من الله را بازداشت کرد اما 3 روز بعد آزاد شد. رفتار دوگانه گروه طالبان با متهمان به جرایم اخلاقی در افغانستان بارها خبرساز شده است. ماه پیش دادگاه این گروه ملا احمد آخوند رئیس گماشته این گروه در شرکت برق را تبرئه کرد. پیشتر ویدیوی پخش شد که نشان میداد ملا احمد در حال همبستری با یک محافظ جوانش است. سال پیش هم برادر رئیس اداره پاسپورت طالبان و همراه چند زن و مرد جوان در حال شراب نوشی گرفتار شد اما هیچ گزارشی از محاکمه او نشر نشد. معترضان به این رفتار دوگانه طالبان میگویند مردم عادی را به بهانه جرایم اخلاقی مجازات میکنند اما از جرایم مشابه افراد و عامیان خود طالبان چشم پوشی میکنند. از سوی دیگر یک خبر وحشتناک دیگر که از تخار به ما رسید. مقام‌های محلی طالبان در تخار میگویند که مردی در این ولایت به شمول نامزد و مادر نامزدش 2 کودک را به قتل رساند و 4 تن دیگر را زخمی کرده است. مبین صافی سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در تخار میگوید که این رویداد یکشنبه 23 میزان در منطقه خسکپه از مربوطات کارت اکبرخان شهر طالقان رخ داده است. با گفته او در پی این رویداد خسر این فرد و 3 تن دیگر به شمول زنان زخمی شدند. فرد متهم عبدالستار نام دارد و پس از تیرباران اعضای خانواده نامزدش از ساحه فرار کرده است. تاکنون انگیزه وقوع این رویداد معلوم نیست. و در پایان سفر قریب الوقوع پوتین به چین. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده است که دعوت شی جینگ پینگ رهبر چین را پذیرفته است و قرار است او هفته آینده به چین سفر کند. پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته، این اولین دیدار آقای پوتین از یک قدرت برتر جهانی است. مسکو و پکن از آن زمان تا کنون همکاری های اقتصادی و نظامی خود را افزایش دادند. سفر پوتین به منظور شرکت در گرد همایی به مناسبت 2 سالگرد اعلام پروژه کمربند و جاده توسط شی جینگ پینگ انجام می شود.
او یکی از مهمترین مهمانان این گردهمایی است و حضورش حمایت از این سیاست را نشان می‌دهد. دمیتری پاسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه پیشتر اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین در ماه جاری میلادی به دعوت شی جینگ پینگ رهبر چین به پکن سفر خواهد کرد. پوتین در 20 سپتامبر گذشته در دیدار با وانگ یی وزیر خارجه چین از قبول دعوت رئیس جمهور این کشور برای حضور در کنفرانس یک کمربند یک جاده در ماه اکتبر خبر داد. تشکر از توجهتان. تا بعد. بدرود.